سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز چهارشنبه 15 بهمن ماه هشدار داد در صورت تصویب تحریم های بیشتر علیه این کشور برنامه هسته ایران ادامه خواهد یافت و این کشور حتی سانتریفیوژهای های بیشتری را نیز فعال خواهد کرد به تصریح کرده ایران میتواند به توسعه برنامه های خود به نحوی که با منافع ملی خودش سازگار باشد بازگردد مجلس ایران روز سه شنبه چهاردهم بهمن ماه تصویب طرحی دولت را موظف کرده است تا در صورتی که کنگره آمریکا تحریم های ایران را افزایش دهد توافقنامه موقت ژنو را ملغا کند کمیته بانکی سنای آمریکا نیز روز پنجشنبه نهم بهمن ما با اکثریت آرا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته تا پایان ماه جوان به نتیجه نرسد تحریم تهران تشدید خواهد شد که با ما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که تحریم های جدید کنگره علیه ایران را وتو خواهد کرد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته رهبر جمهوری اسلامی به دولت اجازه مذاکره را داده است و نه رفاقت با مذاکره کنندگان این عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرده اینکه شما بیایید مردم را مسخره کنید که شما به کت و شلوار وزیر خارجه ایراد گرفتید حرف این نیست حرف این است که در روزی که سه میلیون نسخه مجله به پیامبر ما فحش میدهد و آمریکا حمایت می کند وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا در خیابانهای ژنو قدم میزند بیشتر آقای گفته بود عدDI ای ایراد میگیرند که طرف تون راه رفت یا عینکش چنان بود. باید افتخار کنیم به دیپلماتهایمان که شجاعانه حرف میزنند. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه با ارسال نامی سرگشاده ای بایت احمد جنتی رئیس شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تعجب از ابراز خوشحالی وی نسبت به وفات ملک عبدالله پادشاه فقید سعودی به شدت از مواضع او انتقاد کرد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در نامی سرگشاده به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سخنان او درباره درگذشت ملک عبدالله به شدت انتقاد کرد. آقای زیبا کلام در نامه خود نوشته بیانات اخیر حضرت عالی در نماز جمعه مبنی بر ابراز سرور و شعف از مرگ ملک عبدالله پادشاه فقید عربستان هم شگفتانگیز بود هم تأصف آور. شگفتانگیز از این بابت که رهبر کشوری فوت می شود و از یک سو رئیس جمهور کشورمان رسما به مردم آن کشور تسلیت گفته و وزیر خارجه به منظور شرکت در مراسم خاک سپاری با آن کشور رفته و از سوی دیگر جناب عالی به عنوان یکی از رهبران دینی آن واقعه را مبارک توصیف نموده و تبریک می گویید. زیبا کلام در عین حال موقعیت رسمی جنتی را به او یادآور شده و نوشته اگر جنابالی سمت حکومتی نمی داشتید می اظهار نظرتان را امری شخصی تلقی نمود اما تریبون نماز جمعه یک ارگان غیر رسمی حکومتی به شمار می رود افزون بران جنابالی عضو مجلس خبرگان و در هیئت رئیسه آن قرار دارید و شاید از همه مهمتر دبیر و ریاست شورای نگهبان را هم بر عهده دارید. چگونه میتوان اظهارات جنابالی از تریبون نماز جمعه را صرفا اظهار نظری شخصی تلقی نمود؟ آقای زیبا کلام در ادامه توضیح داده است تاسفم از این بابت بود که ما در شرایطی به سر میبریم که ابعاد مناقشات و اختلافات میان تشیع و تسنن از رقابت و تنشهای معمولی فراتر رفته و دو سالی می شود که درگیری های روبه تزاید نظامی هم بران افزوده شده. ما البته در پرتو تئوری‌های های توته این موزر را هم با موفقیت به پای دستهای مرموز نفاق افکن نوشته ایم و هرگز هم از خودمان این سوال ساده را نپرسیده ایم که ما خودمان چقدر تلاش کرده ایم که در دام اختلاف افکنی آنا نیفتیم. از دید خودمان خیلی تلاش می که در جهت وحدت گام برداریم. صدها میلیون دلار هر سال خرج همایش های وحدت و سایر اقدامات دیگری که به جز اطلاف پول هیچ حاصل دیگری ندارند می کنیم اما در عالم واقعیت نمی خواهیم ببینیم که چگونه با بسیاری از اقداماتمان عملا آب بر آسیاب همان نفاق کنان می ریزیم. صادق زیبا کلام همچنین ضمن انتقاد از نوع برخورد با اهل سنت در ایران بیان داشت اگرچه بسیار شعار وحدت با برادران اهل سنت می دهیم اما اعمال و رفتارمان با اهل سنت خیلی در جهت وحدت نبوده چه از بابت رفتاری که با هم میهنان سنی مذهبمان داریم چه از بابت آنچه که نسبت به صحابه رسول الله روا می داریم چه از بابت برخی سریال های تلویزیونی که می سازیم چه از بابت توزیع ناعادلانه سمت های دولتی در میان سنی مذهبان و چه از بابت توهین و استحصای مرگ ملک عبدالله که سمت رسمی وی خادم حرمین شریفین بود و دست کم برای کسری از مردم کشور خودش و عرب در سایر کشورها از یک جایگاه و احترام دینی برخوردار بود. وی سپس با اشاره به مشارکت شخصیت های برجسته بینون مللی و اسلامی در مراسم خاک سپاری پادشاه فقید سعودی ملک عبدالله بن عبدالعزیز را اصلاح طلب و میان رو توصیف کرد. وی ضمن نصیحت به آیت الله جنتی گام واقعی در جهت وحدت شیعه و سنی و گام در جهت تنش‌زدایی در منطقه را در همراهی هاشمی رفسنجانی با رئیس جمهور ایران در رأس یک هیئت عالی رتبه به پادشاهی سعودی دانسته و این پرسش را مطرح کرد که میان عمل به چنین پیشنهادی و یا رفتار احمد جنتی کدام یک بیشتر در جهت منافع ایران می باشد؟ به دنبال درگذشت ملک عبدالله روزنامه ها و سایت های خط رهبری همچون کیهان و جوان و سایت رجا نیوز و خبرگزاری فارس با چاپ مطالب توهین آمیز از مرگ پادشاه اصلاح طلب سعودی اظهار شادمانی کردند در حالی که رسانه های اصلاح طلب و میان رو با ادای احترام به پادشاه فقید سعودی خواستار تفاهم بیشتر بین ریاض و تهران در دوران ملک سلمان جانشین ملک عبدالله شدند صادق زیبا کلام زمانی که وزیر اطلاعات احمدی نژاد حیدر مصلحی به دنبال شرکت دکتر علی رضا نوریزاده مدیر مرکز پجوهش های ایران و عرب و دکتر اطولاه مهاجرانی وزیر ارشاد و فرهنگ دولت محمد خاتمی در فستیوال جنادریه مدعی شد پادشاه سعودی 18 میلیون دلار به آنها پول داده است طی مقاله‌ای که خالی از تنز نبود ادعای مسلحی را مسخره و غیرواقعی واقعی خواند و یادآور شد که ظاهرا وزیر ارشاد از اندازه ارقام ادعایش بیخبر است سخنان این استاد علوم سیاسی در ستایش از عملکرد رضا شاه نیست که در یک برنامه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد اعتبار بسیاری برای او نزد مردم ایران به ویژه جوانان نسل انقلاب به همراه داشت متاسفانه با خبر شدیم که پرویز اسفانی روزنامه نگار با سابقه و ایران دوست نویسنده شریف و آزاده سرگاه امروز به علت بیماری سرطان درگذشت. مدیر و همکاران تلویزیون ایران فردا و مرکز پژوهش‌های های ایران و عرب پرواز این روزنامه نگار برجسته را به روزنامه نگاران و همکاران او و همچنین خوانندگان هفته نامه نیمروز که پرویز اسفانی و خانوادهش با مشکلات فراوان در لندن منتشر می کرد و نیز به همسرش لادن اسفانی و خانواده وی تسلیت میگوید. به دومه خبرها توجه کنید. اشتون کارتر نامزد باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه 15 بهمن ما در نشست کمیته سنا گروه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را دو تهدید خطرناک برای آمریکا توصیف کرده است. نشریه فارن پالیسی در تفسیری در این زمینه می نویسد اشتون کارتر برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته ای معتقد به بهرهگیری از ابزارهای نوین دیپلماسی اقتصادی و نظامی به شکلی یک پارچه است و معتقد از اقدام نظامی باید به عنوان بخشی از استراتژی همه جانبه در نظر گرفته شود و نه به صورت یک گزینه مجزا. آقای کارتر همچنین گفته است که او به سیاست ارسال تسلیحات برای دولت اوکراین تمایل دارد. این موضع گیری که مخالفان آن را دامن زدن به آتش جنگ در این کشور تلقی می کنند، تغییر جهتی در سیاست آمریکا محسوب می شود. انتظار می رود مجلس سنا انتصاب اشتون کارتر در مقام وزارت دفاع را بدون مشکل تایید کند. در پی تشدید بحران اوکراین رئیس جمهوری این کشور با دفاع از صلح از اعضای از ناتو خواست حمایت بیشتری از دولت مرکزی اوکراین کنند. پترو پروشنکو خواستار آن شد که ناتو به منظور حمایت و مقابله با تجاوزگر تسلیحات مدرن در اختیار دولت مرکزی این کشور قرار دهد. مقامات واشنگتن در مورد ارسال تسلیحات مدرن به اوکراین اتفاق نظر ندارند. در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات اوکراین راهی کیف شده، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید دارد این کشور مخالف ارسال سلاح به اوکراین است. کل ناتو گفته این سازمان میخواهد تعداد نیروهای واکنش سریع خود برای مقابله با آنچه تهدیدات روسیه در اوکراین و اسلامگرایی افراطی خوانده است بیش از دو برابر کند دبیر کل ناتو هفته گذشته نیز اعلام کرده بود این سازمان برای مقابله با بحران اوکراین واحدهایی از نیروهای خود را در استونی لتونی لیتوانی لهستان بلغارستان و رومانی مستقر میکند یک نماینده مجلس از ارسال نامه افشای اسامی 170 نماینده مجلس به قوه قضایی توسط رئیس مجلس خبر داد. اما وکیل محمد رضا رحیمی میگوید موکلم قصد ندارد اسامی آن دست از نمایندگانی را که از او پول گرفتند اعلام کند. کمالالدین پیرمعزن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 15 بهمن به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت نامه افشای اسامی 170 نماینده مجلس توسط علی لاریجانی رئیس مجلس به قوه قضایی ارسال شده است این نامه که بین 20 تا 23 نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کردهاند از قوه قضایی می خواهد که اسامی 170 نماینده مجلس را که از محمد رضا رحیمی پول دریافت کرده افشا کند رحیمی اخیرا به اتهام فساد مالی به 5 سال و 91 و روز حبس و پرداخت جریمه نقدی بالغ بر 5 میلیارد و 700 میلیون تومان محکوم شده است. یکی از اتهامهای او توزیع پول میان نامزدهای مجلس در جریان انتخابات دوره هشتم مجلس است محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم ده خودش در نامه سرگشاده اعتراف کرده که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان پول بین 170 کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم توزیع کرده است گفته می شود شمار زیادی از این افراد همکنون در مجلس به عنوان نماینده حضور دارند. گروهی از نمایندگان مجلس خواستار افشای اسامی این 170 نامزد دوره هشتم مجلس شدند اما وکیل محمد رضا رحیمی گفته موکلش قصد ندارد اسامی این نمایندگان را اعلام کند محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی روز چهارشنبه 15 بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت اعلام نام این افراد ضرورتی ندارد. در پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی انگشت اتهام برخی رسانه ها به سوی رئیس سابق او محمود احمدی نژاد نیز نشانه رفته است. احمدی نژاد اما میگوید اتهام های معاون اولش هیچ ارتباطی با دولت های نهم و دهم ده ندارد. دولت که احمدی نژاد رئیس آنها بود. پس از تایید محکومیت رحیمی از سوی قوه قضایی احمدی نژاد در نامه ای نوشت تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. احمدی نژاد روز چهارشنبه 15 بهمن نیز از پاسخ به اتهامهایی که به دولت او وارد می شود تفره رفت و توضیح در این باره را به زمان دیگری موکول کرد. به گزارش ایسنا احمدی نژاد در مورد اینکه آیا پاسخی خطاب به افرادی که دولت قبل را متهم به اتهامات اقتصادی می کنند دارید گفت پاسخ هست اما وقتش نیست. وبسایت الف که زیر نظر احمد توکلی نماینده پرنفوذ مجلس از جناح اصولگرا اداره می شود روز چهارشنبه رئیس جمهور سابق را نیز شریک جرم رحیمی معرفی کرد و نوشت محمود احمدی نژاد نیز قطعا شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود هیئت تحقیق پارلمان بریتانیا مشارکت این کشور در اعتلاف نظامی علیه داعش را ناکافی دانسته و گفته است برای پایان دادن به اشغال خاک عراق و سوریه توسط نیروهای دولت اسلامی اقدامات نظامی بیشتر بریتانیا لازم است این هیئت اعلام کرده است بریتانیا تخصص و منابع لازم را در اختیار دارد تا بتواند از نیروهای نظامی عراق در جنگ علیه دولت اسلامی پشتیبانی بیشتری به عمل آورد و همزمان به پیش یک راه حل سیاسی جهت تحکیم وحدت ملی عراق و از میان بردن زمینه رشد گروههایی مانند داعش کمک کند بریتانیا از کشورهای عضو اعتلاف بین المللی ضد داعش است که با هدف انجام عملیات هوایی علیه مواضع این گروه تشکیل شده اما مشارکت در عملیات هوایی علیه داعش را به عراق محدود کرده و در حمله به مواضع داعش در سوریه شرکت نداشته است بر اثر پرتاب موشک و خمپاره به یک محله مسکونی در دمشق امروز پنجشنبه دست کم سه نفر کشته و بیش از سی نفر زخمی شدند. این دومین حمله موشکی به پایتخت سوریه طی دو هفته اخیر است. روز 25 ژانویه اصابت دستکم کم 38 فروند موشک به پایتخت سوریه 7 نفر را کشت و چندین نفر دیگر را زخمی کرد. رسانه های محلی گروه موسوم به جیش الاسلام را مسئول این حمله دانستند. جیش الاسلام یک گروه اسلام مخالف حکومت سوریه و از اعضای تشکل موسوم به جبهه اسلامی است. این تشکل در اواخر سال 2013 از ادغام 7 گروه اسلامی تشکیل شد. اما سازمان ملل سوء استفاده سیستماتیک جنسی از کودکان در عراق توسط گروه دولت اسلامی را تقبیح کرد در گزارش کمیته حقوق کودک این سازمان از بکارگیری نوجوانان در عملیات جهادی و نظامی به شدت انتقاد شده است کمیته حقوق کودک سازمان ملل روز چهارشنبه 15 بهمن گزارشی از وضعیت کودکان و نوجوانان در مناطق تحت تصرف داعش در عراق را منتشر کرد در این گزارش تاکید شده شمار قابل توجهی از نوجوانان، دختران و زنان روبوده شده از سوی داعش در بازارها به عنوان برده جنسی به فروش میرسند. این کمیته از دولت عراق خواسته کلیه اقدامات ضروری را برای نجات کودکان و نوجوانان از چنگ داعش انجام دهد. سازمان ملل به طور ویژه به موقعیت وخیم دختران عراقی اشاره کرده که پس از فرار به سوریه دوباره به کشورشان بازگشتند. در گزارش این نهاد تاکید شده این دسته از دختران هیچ گونه تأمین و حمایتی از سوی خانواده، قبیله و یا دولت ندارند و به داعش تحویل داده می شوند. افزون بر داعش تروریست های القاعده نیست شمار قابل توجهی از نوجوانان و کودکان عراقی را به خدمت سربازی می گیرند. وضعیت به خصوص برای کودکان آواره، کودکان معلول و کودکان خیابانی و بدون سرپرست خطرناک است. سازمان ملل در گزارش خود آورده است تروریست ها از این کودکان به عنوان عاملان حملات انتحاری، اهداف انسانی بمباران ها، نگهبانی اسرا و یا خبرچینی استفاده می کنند. کودکان دوازده یا سیزده ساله را برای جهاد آموزش می دهند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل که از کارشناسان مستقل تشکیل شده از سال 1989 تا کنون بر شرایط کودکان در کشورهای امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک نظارت می کند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل دولتها را به حفاظت پسران و دختران نابالغ از انواع سوء استفاده ها و تأمین رفاه آنها ملزم کرده است. دیپلمات‌ها ها تاکید می کنند مقامات دولت عراق عملا هیچ دخالتی در مناطق تحت تصرف داعش نمی کنند. شبه نظامیان داعش بخش بزرگی از عراق را از تابستان 2014 در کنترل خود دارند. قسمت های قابل توجهی از سوریه نیز در اختیار آنهاست. گروه دولت اسلامی ظرف پنج هفته نخست سال 2015 دستکم 100 اسیر را در عراق کشته است. بیشتر قربانیان گردن زده شدند. باقی یا سنگسار شده و یا در معابر عمومی به صلیب آویخته شدند. نهاد موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است با اعلام این خبر میگوید برخی از اسیران داعش اعم از دختر و پسر به فحشا وادار شدند این سازمان تاکید کرده گروهی دیگر از اسیران نیز به اتهام جاسوسی برای رژیم اسد و یا سرویس های اطلاعاتی خارجی به قتل رسیدند به گفته این سازمان داعش در سوریه دستکم پنجاه اسیر را کشته که گروگانهای ژاپنی و خلبان اردنی جزء آنها بودند دیدوان حقوق بشر سوریه میگوید 25 نفر دیگر هم به دست سایر گروه های رادیکال سوری از جمله جبهه نصرت کشته شدند. جبهه نصرت شاخه سوری شبکه تروریستی القاعده محسوب می شود. بیشتر قربانیان داعش در عراق اهالی موسل و روستاها و شهرستانهای اطراف در شمال عراق بودند. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه به سخنان احمد توکلی و محمد رضا بوهنر درباره پرونده پاسخ داده است و گفته من از آقای احمد توکلی که میگوید نباید به حرفهای رحیمی اعتنا شود زیرا او محکوم شده میپرسم اگر رحیمی بعد از محکومیت گفته بود که مثلا به اصلاح طلبان پول داده است باز هم حرف از بی‌اعتنایی میزدید آقای زیبا کلام همچنین به اظهارات محمد رضا با هنر در مورد اینکه از منشأ پولهای دریافت شده خبر نداشته است اشاره کرده و پرسیده اگر این اتفاق در مجلس ششم افتاده بود همینطور موزعگیری گیری میکردند و گفته این تفاوت در موضع ها نشان میدهد که آقایان همه تلاش خود را میکنند تا جریان اصولگرا را از این فساد مالی مبرا کنند محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از مواضع برخی از منتقدان دولت گفت در بعضی بولتنهایی هایی که به چاپ میرسد رسد دروغ های آشکار منتشر می شود و این کار درستی نیست. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از انتشار دروغ علیه دولت از طریق بولتن ها به شدت انتقاد کرد. وی روز چهارشنبه 15 بهمن در سخنانی در کاشان به یک نمونه اشاره و تصریح کرد می گفتند که رئیس جمهور صنعت نظامی را تعطیل کرده است ولی وقتی ماهواره فجر به فضا رفت و در مدار قرار گرفت نشان داد که همه این حرف ها برای تضعیف دولت بود وزارت دفاع دیروز اعلام کرد که ماهواره به نام فجر را به عنوان نخستین ماهواره ساخت ایران که قابلیت تغییر مدار دارد با موشک در مدار زمین قرار داده است. پیشتر تعدادی از اعضای جبهه پایداری دولت حسن روحانی را متهم کرده بودند که زیر فشار دولت‌های غربی قصد کاهش فعالیت صنایع موشکی ایران را دارد. در تیرماه گذشته علی جنتی وزیر ارشاد ایران نیز با انتقاد از بولتنسازی بسیار گسترده علیه دولت گفت که این کار بعضا از سوی نهادهایی صورت میگیرد که خیلی خودشان را ارزشی میدانند آقای جنتی با ذکر اینکه بولتنهای تهیه شده علیه دولت از ابتدا تا انتها جعل و تحریف هستند افزود که این بولتنها از طرف نهادهایی تهیه می شوند که از بودجه دولتی استفاده می کنند. با این حال وزیر ارشاد نیز مانند وزیر اطلاعات توضیح بیشتری در مورد نهادها یا افرادی که به گفته وی در تهیه چنین بولتنهایی دخیل هستند نداد. احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد با اشاره به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور در دفاع از تیم مذاکره کننده هسته ای گفت که رهبر جمهوری اسلامی به دولت اجازه مذاکره را داده است و نه رفاقت با مذاکره کنندگان به گزارش خبرگزاری رسا آقای علم الهدا گفت اینکه شما بیایید مردم را مسخره کنید و دست بیاندازید که شما به کت و شلوار وزیر خارجه ایراد گرفتید حرف این نیست حرف این است که در روزی که سه میلیون نسخه نشریه به پیامبر ما فحش میدهد و آمریکا حمایت میکند وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا در خیابانهای ژنو قدم میزنند اظهارات امام جمعه مشهد که در جمع ای از دانشجویان بیان شده ظاهرا پاسخی به سخنان چند روز پیش حسن روحانی درباره وزیر امور خارجه ایران است آقای روحانی گفته بود ادعی ای ایراد میگیرند که طرف تند راه رفت یا عینکش چنان بود باید افتخار کنیم به دیپلمات های شجاعمان که من شاهدم نه شب و نه روز دارند و تلاش می کنند و شجاعانه حرف میزنند ترکیه میگوید انتظار دارد تا پیش از نوروز عبدالله اوجالان دستور توقف تظاهرات ضد دولتی هواداران پکاکا را صادر کند روز چهارشنبه نمایندگان کرد پارلمان ترکیه در این ارتباط با عبدالله اوجالان دیدار کردند بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد روز چهارشنبه هیئتی از حزب کردی دموکراتیک خلقها دیداری با عبدالله اوجلان رهبر زندانی کرد داشته که از این دیدار به عنوان مهمترین دیدار این هیئت با اوجلان طی دو سال گذشته یاد میشه دلایل خاصی هم برای موضوع هستش از جمله اینکه دو مسئله بسیار مهم در این جلسه باید با عبدالله اوجلان مرور میشد و در موردش تصمیم گیری میشد نخواستن که در ادامه مسیر مذاکرات صلح کردها با دولت ترکیه یکی از مسائلی که میان طرفین این این است که دولت ترکیه انتظار داره اوجالان دستور رسمی بابت عدم تظاهرات ضد حکومتی رو به هواداران خودش و نیروهای پکاکا صادر کنه دستوری که بر اساس اون گروه های وابسته به پکاکا موظف خواهند شد از هر گونه تظاهرات ضد حکومتی بر علیه دولت ترکیه پرهیز بکنند یال چین اکتوان معاون نخست وزیر ترکیه هفته پیش گفته بود که ما تا نوروز امسال منتظر صدور این دستور از اوجالان هستیم بنابراین در ملاقات روز چهارشنبه نمایندگان کرد با اوجالان قطعا دولت ترکیه به این موضوع چشم دوخته که آیا اوجالان رسما و شفاف این دستور رو خطاب به نیروهای پیوکا صادر خواهد کرد یا خیر اما موضوع دوم در این دیدار که مسئله حیاتی و مهمی برای حزب کردی دموکراتیک خلق هستش مسئله نحوه حضور این حزب در رقابت های انتخابات پارلمانی خرداد ماه آینده استش مقامات این حزب در در دیدار با اوجالان در واقع باید یک تصمیم مهم دیگه هم بگیرن و اون اینکه آیا اونها به صورت حزبی در رقابت های انتخاباتی شرکت بکنن یا مانند دوره گذشته کاندیدای مستقل رو به پارلمان معرفی بکنن دلیل این تصمیم دشوار همین استش که در ترکیه یک قانون انتخاباتی است به نام حد نصاب ده درصدی که بر اساس این قانون احزابی که نتونن دست کم 10 درصد آرای مردم رو به خودشون اختصاص بدن از حضور در پارلمان محروم قانونی که یادگار دوره استیلای نظامیان بر این کشور هستش و از دهه 80 تا کنون بر جای مانده با این همه حزب کردی دموکراتیک خلقا تقریبا لب مرز این حد نصاب هست و به سختی میتونه حد نصاب ده درصدی رو کسب بکنه به همین جهت اونها برای پایین آوردن این ریسک دوره گذشته ترجیح دادن نمایندگانشون رو به صورت مستقل به پارلمان معرفی بکنن تا از این مانع سخت عبور من بنابراین اونها در این زمینه هم باید با اوجالان به جنبندی برسن باید دید در بیانیه‌ای که به مناسبت همین دیدار صادر خواهد شد گروه کردی با چه تاکتیکی در انتخابات پارلمانی ترکیه به رقابت خواهند پرداخت صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از دیدگاه گروهی که او آنان را مدعیان روشنفکری فکری نامیده انتقاد کرده که میگویند نقد پیامبر خلاف شر نیست. آقای لاریجانی با اشاره به تلاش قربی ها در گسترش اسلام هراسی گفته است برقی مدعیان روشنفکری فکری گرچه به ظاهر میگویند توهین به مقدسات خوب نیست اما تاکید میکنند که نقد رفتار و گفتار پیامبر و ائمه خلاف شرع نیست و این مسئله نشان از کچفکری آنان نسبت به دین دارد. در روزهای اخیر رسانه های نزدیک به تندروها و برخی از نویسندگان ایرانی خارج از کشور مانند عبدالکریم سروش به دلیل حمایت از نشریه شارلی دو انتقاد کردند. نوری همدانی و مکارم شیرازی دو مرجع تقلید قوم در مورد صدور مجوز به یک آلبوم موسیقی به وزارت ارشاد اعتراض کردند. در این آلبوم که در ژانر موسیقی ملی تهیه شده یکی از خوانندگان زن ایرانی همخوانی کرده است آیت الله حسین نوری همدانی یکی از مراجع تقلید قوم، روز چهارشنبه پانزده بهمن به انتشار یک آلبوم تازه موسیقی که در آن یکی از خوانندگان زن نیز آواز خوانده است اعتراض کرد او گفت حرف و صحبت متعارف زنان با رعایت موازین اسلامی اشکالی ندارد ولی آوازخانی با هیچ وسیله نمی‌تواند نمیتواند معمول شود و جلوی آن را میگیریم نوری همدانی همچنین گفت خواندن زن و موسیقی زن در برابر مردان بر اساس قرآن کریم حرام است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ندارد چنین کاری کند و مردم ساکت نمیمانند او تاکید کرد هر فیلم جشنواره کتاب و موسیقی که متضمن ارزش های انقلابی نباشد جلوی آن را می گیریم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز روز چهارشنبه در درس خارج فقه گفت اخیرا دیده می شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزش های انقلاب را زیر پا می گذارد و شکایت پشت سر هم از وزارت ارشاد اسلامی مطرح می شود. تابناک اظهار نظر این دو مرجع تقلید را به آلبوم تازه انتشار یافته تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم نسبت داده است این آلبوم با آهنگسازی پیمان خازنی در ژانر موسیقی ملی به تازگی تهیه و منتشر شده و در آن محسن کرامتی و نوشین تافی آوازخانی می کنند کشتی <applause> مرا این آلبوم هفته گذشته در نشر چشمه برگزار شد. وزارت ارشاد می گوید این آلبوم قانونی بوده و مجوز آن در چارچوب ضوابط و مقررات ارشاد بررسی و صادر شده است. حسین نوشابادی معاون پارلمانی و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد به رسانه ها گفته است این آلبوم تکانی خانم نیست بلکه همخانی است. او افزوده آلبوم های موسیقی به صورت همخانی مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز مشابه این آلبوم ها مجوز دریافت کرده و مخالف سیاست های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. در واکنش به جافسازی علیه این آلبوم دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت ارشاد نیست در اطلاعی نوشت آلبوم تو را ای کهن بوم بر دوست دارم در واقع آلبوم همخانی با صدای استاد محسن کرامتی استاد برجسته آواز و ردیفدان موسیقی دستگاهی ایران از هنرمندان خوشنام و متحد موسیقی ایران و خانم نوشین تافی است معاونت هنری وزارت ارشاد گفته است این اثر در قالب موسیقی سنتی با اشعار و موسیقی وزین بوده که در شوراهای شعر و موسیقی دفتر که متشکل از اساتید و نخبگان متحد و ارزشی انقلاب اسلامی هستند بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. در اطلاعیه وزارت ارشاد همچنین آمده است بر اساس ضوابط موجود که از بد و تأسیس دفتر موسیقی تا کنون به آن عمل شده است هیچ گونه منع قانونی برای صدور مجوز آثاری که همخانی زن و مرد دارند وجود ندارد و پس از طی مراحل قانونی طبق روال مجوز انتشار برای این گونه آثار نیز صادر می‌گردد به گفته ی وزارت ارشاد، آلبوم تو را ای کهن بر دوست دارم به دفعات در واحد تطبیق بررسی شده و بر اساس مستندات موجود در پرونده، پس از اصلاحات مورد نظر دفتر موسیقی، نمونه نهایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات به درستی و صحت اجازه انتشار دریافت کرده است. این نخستین بار است که وزارت ارشاد دولت روحانی از مجوز صادر شده در حوزه موسیقی در برابر تندروها به طور رسمی دفاع می کند. خوانندگان و نوازندگان زن در ایران در ماه اخیر با مشکلات جدی در فعالیت خود روبرو بودند و اکثر کنسرت های موسیقی که در آن نوازندگان و یا خوانندگان زن حضور داشتند کنسل شدند. در کنسرت سالار عقیلی در مشهد همسر وی که نوازنده دف بود پس از اجرای یک قطعه موسیقی از سن پایین آورده شد. در کنسرت مشترک آلیم قاسموف خواننده معروف جمهوری آذربایجان و دخترش فرغانه قاسموف هم اتفاق مشابهی رخ داد. بر اساس گزارش رسانه های ایران در چند ماه اخیر از حضور همسرایان یا نوازندگان زن در اجراهای زنده در 13 استان کشور جلوگیری و کنسرت آنها لغو شده است. سرلشکر مهاب ممیش رئیس هیئت کانال سوئز روز چهارشنبه 15 بهمن ماه اعلام کرد چنانچه گروهی افراطی بخواهد تنگه بابل را ببندد <تصفح> از میخوام مصر با تمام قوای نظامیش مداخله خواهد کرد و این تنگه را کنترل خواهد کرد بستن بابل برای امنیت ملی مصر یک تهدید به شمار می رود به گفته است تا کنون چنین تهدیدی وجود نداشته است اما با این حال ما اوضاع داخلی یمن را به دقت دنبال می کنیم. <applause> حادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی به قانونی اعتراض کرده است که به گفته او در دادن اجازه ازدواج دوم و سوم به مردان سختگیری کرده است. آقای صادقی گفته است هیچ قانونی نمیتواند را که شر گفته من کند و نمیتواند بگوید که ازدواج دوم یا سوم ممنوع است زیرا اگر آن را انکار کند قرآن را انکار کرده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید از شما دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود شب و روز شما خوش